عنوان کیفیت جنسش فلان اینا، ولی نه این شکلی که در واقع بگن این نشه اون بشه. من با صحبت شما کاملا موافقم، ولی میگم این تغییر نگرش تو نمایش خانگی رو دارم میگم، تو تلویزیون ممکنه نشه همونطور که میگید، چون حتی البته تلویزیون هم تو جنس تفکر خودش میتونه صنعتی سازی کنه. نه، تو شبکه نمایش خانگی باید بشه، تو شبکه نمایش خانگی باید بشه، باید اگر بشه. نشه ما به زودی به همون افوله میرسیم، چون که شما داری مصرف میکنی دیگه، از داشته ها یه سری عناصری داری هی مصرف میکنی مصرف میکنی، هی ارزش جذابیتیشون هی میاری پایین. حالا این وسط یکی میاد یه کار خط شکنانه میکنه به لحاظ ممیزی ها، عبور از خطوط قرمزی که دیگران نمیکنن، این یه جذابیت کاذب از نظر من. یعنی بازی با خطوط قرمز سوای اینکه کسی رو ناراحت میکنه نمیکنه، از نظر مخاطب شناسی بخوایم بگیم قوت قصه نیست که به عنوان قوت قصه گویی، قوت روایت تلقیش کنیم. یه ساختار شکنیه، هنجار شکنیه که دیگران رایان میکنم. عبور از خط قرمز، تحلیلتون چیه این عبور از خط قرمز؟ تحلیل چیه؟ چرا ما به وارد این خطوط ها میشیم؟ من تحلیل دارم، میخوام اینم تحلیل شما چیه؟ ما چرا میشیم؟ ما نه اصلا سریال سازا، سریال سازا چون تو شما رو نمیگم، سریال سازا میگم ما هم شاید ما ناچار شیم وارد شیم، فرق نمیکنه. ببینید ما موقعی که نه تو به نظر من نتونیم تو فضاهای مختلف قصه‌گویی وارد شیم و کامل مسلط بشیم و قصه های جذاب نشه بشیم، یکی از راه‌های راهبردیش همینه که شما برای ایجاد جذابیت بری هنجار شکنی بکنی، هنجارهایی که تو جامعه به معنی نیست که جامعه قبول داره اون مثلا لزوما جامعه هم مقید اون هنجار است، یه چارچوبی گذاشته شده تو اون جامعه هم نسبت به اون هنجارای مخالفتی داره یا اعتراضی داره، شما یه گام میری به سمت جامعه، جذابیت رو میبری به سمت هنجار شکنی نه ساختار قصه گویی. این دو تا تفاوت داره به نظر من. یعنی شما قصت و شخصیت پردازی تو نوع شجاعت تجربه گرایی تو قصه گویی نیست که جذابه، یه عرفی رو شکستی که